le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. با سلام به شما بینندگان برنامه زیر آسمان پاریس. گزارش اول این برنامه به یک قصه میماند، ماجرای دیدار با مهرام شیخ الاسلامی که 8 فوریه سال 2022، یعنی نزدیک به 2 پیش، دیگر در میان ما نیست. سفر به این گزارش به پاییز سال 2016 برمیگردد. در سفری به سان فرانسیسکو که روز بعد با اتومبیل او یک روز تمام در کنار اقیانوس رانندگی کرد تا به لس آنجلس برسیم. آن روزها به من نگفت که دچار بیماری سخت است. وقتی به پاریس آمدم، حافظه بیرونی کامپیوتر دچار مشکل شده بود و بعد از مدتی تلاش و ناامیدی، این فیلم برداری و گزارش دیگر به باور از بین رفته بود. دست اتفاق ماه پیش کپی فیلم او در حافظه دوربین پیدا شد و هنوز در این تعجب که گویی شخصیت و سرنوشت او همیشه متفاوت است، شخصیتی کم دیده شده. مهرام شیخ الاسلامی در خانواده سرشناس به دنیا آمده بود. او بعد از سفرش به امریکا مترجم رسمی در دادگاه های سان فرانسیسکو و در این حال نقاش. زندگی و صدای بیانش به شعر و هنر نقاشی خلاصه می شد. او از 10 در کلاس های علی اصغر پتکر به یادگیری نقاشی پرداخت. سبک کارش به پورتره‌های واقع‌گرا لقب گرفت. در نوجوانی به انجمن ایران امریکا رفت و آنقدر مهارت و استعداد زبان داشت که در سال 1964 وقتی 17 ساله بود به امریکا و شهر سان فرانسیسکو رفت. اقامتش با جنبش هیپی ها گره خورد و مهرام شیخ الاسلامی از نزدیک با این جامعه مدرن و پیشرو آمیزش داشت. پاره ای از کارهای پاستل و آبرنگ او را که کمی دیرتر خواهید دید به این زمان برمی گردد. او موفق به ورود در دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو شده بود و سپس در رشته عالی زبان فارغ التحصیل این دانشگاه گردید. مهرام شیخ الاسلامی با دانشگاه استنفورد و بخش مطالعات ایرانی این دانشگاه به عنوان مترجم شفاهی همواره همکاری مستمر داشت تا آنجا که بارها خدماتش مورد تقدیر قرار گرفت. کارهای او آنقدر دقیق و ظریف است که مثلا در کار پاستل، یعنی رنگ آمیخته با خمیر گچ، تشخیص نقاشی او از عکس دشوار است. در روز دیدارمان با آنکه اواخر پاییز بود اما هوای بهاری را شاهد بودیم. باغچه شاعرانه را در حیاط خانه‌اش فراهم کرده است. کنجکاوی را در برابر این دعای شاعرانش این گونه پاسخ داد. حالا وقتی که شما در این برداشتتون خوندین اون دعا رو میبینین که این باغبون چه آرزوهایی از خدا داره که چه موقعهایی چه بارونایی بیاد، چه گرمایی باشه، چه گلایی رشد بکنه، چطور بشه که این بهترین باغش باشه. میگوید عادت خوشایندی را قبل از ورود به خانه دارد، هر بار بویدن هر گلی که به چهرش نزدیک بیاید. سلام به شما، سلام به آقایان خانم ها، خانم ها و آقایان، سلام به آقایان نوباوه و خانم های نوباوه.
نام من مهرام شیخ الاسلامی است. من در این فضا زندگی می کنم. اینجا هست 140 خیابون 20 سان فرانسیسکو کالیفرنیا، آپارتمان 24. این محیط 4 فایده برام داره. برای 4 منظور این محیط رو به وجود آوردم. یکیش هست محیط زیستم، محیط زندگیم. دیگر هست محیط مهاجرت، آشنایی و معاشرت با عزیزان مثل آقای شاهید که اینجا تشریف دارن ویدیو میگیرن از این صحبت، و دیگر یک محیط کاری هست که کامپیوترم اینجاست و کاغذها و دفاترم، و دیگر یک گالری کوچکی از کارهایی که کشیدم در تجربه کار نقاشی. بیشتر کارهایی که اینجا هست توسط وسیله پاستل انجام شده که به صورت یک مداد گچی یا مداد شمعی یا مدادهایی به صورت به نظر مداد معمولی میان ولی توش اون گچ پاستل وجود داره انجام شدند، و بعضی هم زغال هستند. نمونه کارهایی که از زغال هستند، یکیش این کار هست. این تصویری است که از پدرم آقای عبدالنبی شیخ الاسلامی من کشیدم، و این در یک حالت بسیار فکورانه و در به صورتی بین المللی هست، برای اینکه حتی چشمهای ایشون رو هم شما نمیبینید ولی حالت ایشون رو درک میکنید، و این حالت در دیگر انسانهایی وجود میتونه داشته باشه و تفکر ایشون و این موقعیتی که ایشان در زندگی داشتند، و من خوشحالم که تونستم یک چنین کاری رو به وجود بیارم. دیگر کار این هست که خاله من خانم ماهرخ تشویقی هستند، تشویقی، که این یک کار غیر عادی است در صورت در نگاه استفاده از ابزاری که برای کشیدن شده. این یک زغال هست که روی بوم کشیده شده. معمولا زغال رو روی بوم نمی کشن، چون بوم یک صفحه بسیار لغزنده‌ای داره و زغال احتیاج داره به یک صفحه زبرتری که اون جنس زغال بیشتر رخنه بکنه در اون زبری اون صفحه. ولی در ابتدا من شروع کردم به کشیدن این تابلو با زغال که بتونم با یک ابزار دیگری مثل آکریلیک یا رنگ روغن اون رو به تکمیل برسونم، ولی بعد از مدتی متوجه شدم که چقدر این نقاشیش روشن و پرنور هست، و این به خاطر این که من از سفیدی های اون بوم استفاده کردم برای نشون دادن روشنی های این تصویر، و با زغال تونستم این کار رو حتی روی اون صفحه لغزنده بوم این کار رو ادامه بدم، و نهایتا یک چنین چیزی دستگیرم شد. بعد از این تابلوهایی که با زغال کشیده شدن میشه اشاره کرد به این تابلوی به خصوص که تصویری است از یک خانم هنرمند تئاتر و سینمای مصری به نام خانم مروا، و این با پاستل کشیده شده، فقط با یک رنگ کشیده شده، و یک زیبایی کلاسیک و پر احساسی میتونه داشته باشه. دیگر کار این هست، این یک عکس نیست، این یک نقاشی هست که با پاستل کشیده شده بدون استفاده از هیچ گونه ابزار فنی یا مکانیکی، و این تصویر خانم گیتی بزرگی هست که مادرم از من خواستند که این تصویر رو براشون بکشم، برای که این دو نفر با هم دوستای بسیار نزدیکی هستند، و نهایتاً یک چنین کار عکس مانند و فوتوگرافی مانندی به وجود اومده، و بیشتر مردم فکر میکنن که این یک عکس است به جای یک نقاشی، ولی خب در واقع
این یک نقاشی است و این تابلو برنده یک رقابت بین‌المللی شد در کالیفرنیا که هنرمندانی از اکناف مختلف جهان کارهاشون رو آوردند و نهایتاً این انتخاب شد به عنوان بهترین نمونه کار پاستل در میان کشورهایی که هنرمندانشون شرکت کردند در این مسابقه. این کار هم پاستل هست، این اولین نقاشی رنگی پاستل من هست که جزئی هست از یک تابلوی کلاسیک که یک هنرمندی به نام هایسوم کشید که این قسمتی از اون تابلو است که من اون رو کپی کردم که آشنایی بیشتری با اون هنرمند پیدا بکنم و چنین کاری رو به وجود آوردم. خیلی چیز یاد گرفتم با کشیدن این تابلو. این تابلو هم با زغال کشیده شده روی کاغذ و تصویری است از یکی از دوستان بسیار عزیز ما که متاسفانه ایشون دیگه با ما نیستند، به نام خانم مریلین وایتینگ. خیلی خانم عاقل و پخته و دانایی بودند و بعد از فوت ایشون من تصمیم گرفتم که این کار رو بکشم و وجود و احساس و عمق فکری و عمق اندیشه ایشون رو بتونم نشون بدم در این تابلو. این مجسمه رو که از سنگ الاباستر من تراشیدم یک طرحی بود که برای رایزن دانشجویان خارجی دانشگاه خودم یونیورسیتی آف سان فرانسیسکو من کشیده بودم به عنوان کارت حرفه‌ای و بیزینس کارت ایشون و بعداً تصمیم گرفتم که اون تصویر و اون طرح بیزینس کارت ایشون رو در از سنگ بتراشم و این نتیجه اون کار هست و خوشبختانه هنوز من این رو دارم و میتونم با نگاه به اون لذت ببرم و این یادآوری برای من باشه از دوران شاید 40 سال پیش. و اما حالا گزارش دوم این برنامه. عصر یکشنبه 28 ژانویه در بیشتر شهرهای بزرگ جهان به شکل همزمان گردهمایی برای اعتراض به اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی. پاریس هم استثنا نبود. در میدان سوربن در برابر یک دانشگاه قدیمی به همین نام. موسیقی
نگاه کن نگاه کن به صبح پیش رو، چه مانده از این شب به جز درک غم. به شادی بزن طرح تازه ای رقم، بزن پا بزن پا به تخت واژه کن، بشو دست و صورت ناچار خون. به محصا به نیکا به خشم خون نگر، به آبان عرض کشت لاله گون نگر، نگر به پروانه ها در هزار پیله ها، به آزاد در بند و حسر میله ها، برای شهید. چند کلمه اول به فارسی بگم. جمهوری اسلامی سرنگون شده. جمهوری اسلامی در اظهار مردم ایران سرنگون شده. جمهوری اسلامی تمام شده، چیزی ازش نمونده. حتی نزدیکترین یارانش، وفادارترین کسانی که از جمهوری اسلامی دفاع میکردن، صادقانه دفاع میکردن، فهمیدن که این سیستم به پایان رسید. رژیم جمهوری اسلامی به آسانی از ایران نخواهد رفت. جنبش زیبا و شعار بسیار قشنگ زن زندگی آزادی آخرین فرصت بود. اگر این جنبش به نتیجه نرسه، جنبش بعدی ارکان جامعه ایران رو کاملا از بین خواهد برد. خشمی که بر جامعه ایران امروز انباشته شده همه چیز رو نابود خواهد کرد. و این خطر بزرگیه که مردم ما رو، ملت ما رو، مملکت ما رو تهدید میکنه. آنچه که باید کرد امروز حضور گسترده دوباره خیابانی مردم ایران و مردم ایران در ساکن کشورهای دیگه است که از این آزادی حضور در خیابان بهره برن، تا موجب بشه که جمهوری اسلامی نتونه به کشتار جوانان بیش از این ادامه بده. در نتیجه حضور ما بیفایده نیست، بیهوده نیست. اون چی که الان میشه روش حساب کرد همین شما هستید. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. با درود بیکران خدمت هممیهنان ارجمند، باعث بسی تأسف است که پس از گذشته یک سال و اندی از جنبش زن زندگی آزادی یا جنبش مهسا، هنوز هم پس از روزهای متمادی دست ضحاک زمان از آستین بیرون می آید و از گلزار جوانان ایران دو جوان رو در هفته گذشته برکشید و از این گلزار چید. متاسفیم که این گونه است، اما یاد گرفتیم و آموخته ایم از گذشته تا به امروز و از دیرباز تا به اکنون که امید است به پایان جمهوری اسلامی ایران. دوستمون درست گفتن، تصور این است که هنوز رژیم حاکم مستولی است بر کشور اهورایی ما، اما ما نباید صحنه رو خالی کنیم و با توان بیشتر باید ادامه بدیم. چرا؟ برای اینکه در سال گذشته در ابتدای این جنبش مطمئن هستم و مطمئن هستیم که در طی این چند ماه گذشته تعداد بسیار زیادی از هممیهنانی که تا به اکنون به این جنبش نپیوسته بودند حتما آگاه شدند که با جمهوری اسلامی هیچ مماشاتی نمیتوان کرد. پس تعداد ریزش از نظام نکبت جمهوری اسلامی گسترده تر و وسیع تر شده است. به امید آن روز و به امید پیروزی تمامی مردم ایران و نور بر تاریکی در کشور ایران. درود به همه هممیهنان گرامی. سپاسگزارم من به نوبه خودم به عنوان یک شهروند از شما عزیزانی که در اینجا هستید، باید باشیم و خواهیم بود. و همچنین سپاسگزار دوستانی هستم که این گونه مراسم و گرد همایی ها رو به پا می کنند و سازماندهی می کنند. دوستان گرامی،
ما برای حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی در اینجا گرد هم آمده ایم. آیا این انقلاب پایان یافته است؟ نه، مطمئن باشید، زیرا گاه این انقلاب در خیابان‌ها و میدان‌ها هست و گاه در درون ذهن و روح ما هست. و امروز اگر توجه بکنیم به جامعه ایران، تمام تغییر و تحولات روانی که در روانشناسی مردم ایران به وجود آمده، نوع مناسباتی که داره توسعه می‌یابد، نوع ارزش‌های جدیدی که داره روش می‌کنه، تمام سلسله مراتب ارزش‌های دینی اسلامی گذشته در واقع فرو می‌افتد و به این ترتیب هست که ذهن در جامعه ایران در حال یک زندگی نوین و فزاینده است. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد. و همطور که اطرافم رو نگاه کردم تو اتاق، دیدم که یک نی اونجاست و یه نی کوچولو اونجاست و یه چراغکی هم اونجاست و اینها رو برداشتم سرهم کردم و یه چیزی گفتم به طور سمبولیک تقدیم نگاه‌های ظریف شما بکنم. من از همراهان خودم، از همکاران خودم و همیاران خودم تقاضا دارم که اگر افتخاری کسب میکنن، جایزه کسب میکنن و مطرح میشن در جایی، این رو در اختیار جنبش بگذارم. و یک چیز مهمتر از همه این است که یک هنرمند نباید سمت و سوی یک جریان خاص فکری رو داشته باشه، باید مجموع اینها باشه، باید فرای اینها باشه. همانطور که هنرمند بر قدرت با قدرت نیست، ما میگیم هنرمند، نه شبه هنرمند. رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه. رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. عشق من نترس، بخن به گریه اعتراض کن. رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. عشق من نترس، بخن. با سلام، من سهیل رسولی از ساکن خارج هستم و اومدیم در این مراسم برای مخالفت با احکام اعدام که سلب حیات است، اولین حق انسان که حق حیات است، به مخالفت با حکم اعدام ما اومدیم که رو هم جمع شدیم. دوستان عزیز اومدن و زحمت کشیدن، از طیف‌های مختلف در اینجا بودن. برنامه خیلی مفصل نبود ولی خیلی خوب بود، خیلی خوب برگزار شد. فقط باید ببینیم که الان لیست کسانی که محکوم به اعدام شدن بسیار بلند است و باید به هر ترتیبی شده ما جلوگیری کنیم از احکام اعدام و برای لغو احکام اعدام، حکم اعدام به طور کل و دیگر احکام ظالمانه جمهوری اسلامی بر علیه مخالفان جلوگیری کنیم. با درود به دوستان گرامی، هم‌میهنان همیشه در صحنه، امروز همچنین که میدونیم هم در کشورهای مختلف برای حمایت از خانواده های جانباختگان و در اعتراض به اعدام ها در میدان سوربن، جلوی دانشگاه سوربن جمع شدیم. یکی از روزهایی است که همه نیروهای متفاوت، افکار متفاوت، انجمنهای متفاوت اینجا حضور داشتند و همه یک صدا برای آزادی زندانی سیاسی، بر علیه اعدام ها و برای انقلاب زن زندگی آزادی، زن جیان آزادی دور هم جمع شدیم. از اونجایی که ما اعلام میکنیم کشوری مشترک داریم، میهنی مشترک داریم، دشمن مشترک داریم، پس میخواهیم که همراه شویم با هم. سپاسگزارم.